ذوق زدم حضرت عشق ترک جدید داده و آخرین وسوسه. بگم فقط سویناست که میتونه منو وسوسه کنه بیام ویدیو بگیرم. همش منتظر یه ترک ناب بودم که خیلی خاص باشه با اون برگردم و اومد. ترک قبلیش بوسه یهودا بود که اونم تقریبا میشد بگیم همون آخرین بوسه هست که یهودا به مسیح خیانت کرد. این یکی آهنگ آخرین وسوسه هست. یه کتاب داریم به همین اسم، آخرین وسوسه های مسیح، که نویسنده یونانی داشته. کلا مسیحی ها اعتقاد دارن که مسیح یه شخصیت فرابشری انسان نیست، ولی تو این کتاب میاد به مسیح شخصیت انسانی میده که میگه گول و قفلت شیطان رو خورده، از اون دستور میگرفته و برای کسایی که خب مسیح خیلی حالا میدونن پسر خداست و فلان و بیسان، این باعث اعتراضشون و خیلی چیزا شد. و یه جورایی با ترک قبلیش هم چیز دیگه، یهودا و مسیح، دوباره اینجا آخرین وسوسه مسیح. کاور کار خودش یه دنیاییه به نظرم. یه شخص رو داریم که کلن جدا از بقیه وایساده و بقیه دو دستن، یه عده پشت سرشن یه عده جلوش. اونایی که جلوشن دارن از راه میرن کنار، انگار دارن منحرف میشن. اونایی که عقبن هم فقط منتظر دارن نگاه میکنن. و سورنا یا حالا هر شخصیتی که نفر اوله، برعکس همه اون داستان و اون جریان وایساده و عکس بقیه است. فکر کنم داره به سمت نور میره اگه اشتباه نکنم. کلن کاور جذابیه، گروه دش ساختنش، آهنگم که سورنا و آهنگسازی با سورنا و سعید دهقان، یعنی جفتشون با هم کار کردن که به نظرم جذاب ترش میکنه. بیشتر از این حرف ندارم، خیلی حرف زدم، بریم کارو هم دیگه بشنویم که خودش 8 دقیقه است. نه ترسیدیم از دار، نه خم شدیم رو به جباران، نره کشیدیم مست و بیدار، چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذر چه بیت عجیب غریبی زدن، چه شروع طوفانی داشت. قبل از این که اصلا سورنا بخواد صحبت کنه، بیت خودش رو برد توی فضای سیاسی اجتماعی، فکر میکنم ترک باشه. و قافیهش دوست داشتم، جبار و دار، و دار فکر کنم برگرده به همون ترک داراب و دار و هزار داستان که اونجا داشت. همین گذشت پشت پرده، بس حال ما نبرده، کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه، دشمن هنو په بخیه میگرده، یا زیر دست و پای هم پاره مردن، یا سگ نگهبان کاخ لردشونن، این گوسفند عاشق صدای گرگن، خارتون گایدن بمونه گلتش. سورنا خیلی داره بی پرده صحبت میکنه. ترک های قدیمی ترش این شکلی بود که داستان سرایی میکرد، تصویر سازی که مستقیم نمیگفت و تو رو میمورد تو دل یه ماجره دیگه تعریف میکرد. الان بی پرده داره میگه. تو همه ترک های سورنا گفته دیگه که فقط باید بجنگیم، این نبردی که داریم، این جنگی که علیه جنگیدن داریم باید انجام بشه. و این بار هم اتفاق افتاده، هممون در جریانیم چه اتفاقی افتاده و هنوز شما دارین پیله میزنین اون زخمایی که ما از جنگ به شما زدیم. شرح حال ما رست رو لبه تیب بودم و کار شما کاسبای تبلیغ، بنویس تو تاریخ تا پیارتون بمونه، اعتبارتون به خونه، وصله بالتون به لونه، اعتقادتون به نونه و نقابتون و خونه، زنده ها رو زنده بو بکشید ها رو پار پوره تا بوسه باد و این اجتماع سوخت لباس اک غیر زنده ها رو به تکون که کاسبای تبلیغ میتونه هم به کاسبای نظام و کاسلیسا و ایسای دیگه باشه و هم رپرهایی که عادی‌سازی کردن، رپرهایی که سکوت کردن و خیلی افراد دیگه. و باد، این باد دوباره برمیگرده به آلبوم نگار که باد باعث آزادی و آگاه سازی بود. خبر دارم کلی خبر، باید برسونمشون به کلی گوش بی خبر. و آخرین وسوسه است دیگه، شاید داره آخرین وسوسه خودشو بکنه. مردم بلند شین، تا بوسه باد و این اجتماع سوخت لباس اک غیر زنده ها رو به تکون که تو حجاب نمیره ذهن پاک و زنده خو ها ها رو قصه گو باش بیدار و شعر خون، ما تولدمون تو عشق ماشه بود و پوک که تا طول ننه بابات لاشه بود و خوک خوک برمیگرده به
داستان یا کتاب قلعه حیوانات که یکی از بهترین داستان هایی که اصلا میشه گفت، توی مزرعه حیوانات، حیوانات میان انقلاب میکنن که چرا باید ما کار کنیم و یه آدم بخوره، یه پادشاه حالا هر چیزی بیاد استفاده شده برای ما، میخوام کار کنیم خودمون بخوره. همه چیز اولش خوب پیش میره، ولی خوکا که حالا تمعکارتر بودن، نماد اینه بیشتر تو داستان ها و شعر و این چیزا و یکم هم از بقیه حیوان ها مثل گوسفند ها و این چیزا باهوشتر بودن، اونا بدتر از آدم ها میشن. و میده شما هم خوک تفکر این که خوک رو دوباره تو ترک های قبلی داشتیم، تو ترک های بهرام داشتیم. طول ننه بابات لاشه بود و خوک من هنو کارده تنم با من با من دم از امنیت جاده نزن ماها باج نداریم شما رو راب ندادم بفهم فرق ما چه ما غیر مجاز و نفهمده مجاز و غیر مجاز کسایی که میخوان رب مجاز شه، کسایی که از دولت پول میگیرن. توی یه ترک بوسه یودام داشتیم دیگه، یه دیس مفصل اونجا بهشون داده بود فرق ما چه ما غیر مجاز و نفهم ده تا ده تا مثل من بس واسه ریخت نیه یه تنه ریز به کاخ بزنن از که هفته ما جوز و بکن نفس سوراخ داشی کسی نمیگه تا کجا داد بزنم ببین یه شعر شدم راه یه باد و زمان و نجات دادم از دفع ثانیه ها پای راه و به داه گیم و گم کردم اونجا که از ترس دارم به هر قافیه جا یه روزی میفهمی مفهوم زندان رو که چالت بکنن تو توانی آزادی تو نگریخته شدی از جایی و نه به جایی کشیده شدی غیر این اتاقی که داری چقدر خوبه کشیده شدی توی اون اتاقی که داری تو ترک آلبوم گوز بود که میگفت من افسرده شدم اینا تو اتاق خودم و تو خونم هم جای دیگه نمیرم و سالنا توی بند نمیره اون هفتا مجوزی که میخوایی بدی به من هی میگی میدم بذار تو هفت سوراخ خودت و این سلاحش قلمشه صداشه اصلا به خاطر که مجاز نباشه بتونه فریاد بزنه داره این کار انجام میده اگه این نباشه دیگه دلیلی برای خوندن و مبارزه نداره تو این رهگرا خونه کفن احمقاس میزنه مخبره خونه جسد شر خرابه خیلی ها میشه رسید تای خطای ممتن به ما میشه رسید بور دهن کرکس ها تو این کبیر خورالود من آویز صلیب تنم واسه خیلی موضوعت تون شد کبیر برمیگرده آلبوم کبیر و همچنین نماد وضعیت استبدادی که توی جامعه هست من آویز صلیب تنم کلن اصلا صلیب هی میگیم برمیگرده مسیحیت اینم که آخرین وسوسه مسیح بود حالا دو تا معنی میتونه داشته باشه هم منو به صلیب آویزون کردین میخواین مثلا منو بکشین همین که تنها خونها کشته شده های زیادی روی من مونده رو دوشم هست احساس میکنم که بقیه مردن من بیخیال نیستم و یه مسئولیتی دارم خطای ممتد همیشه یه الگویی رو تکرار میکنن هرچند که به هم دیگه نمیرسن ولی میشه به اونا رسید چون میدونیم تهش کجاست ولی ما رو اونا مثل کرکس هن که میان لاشخوری میکنن اونجا دنبال اون بگردیم دنبال تاریخ بگردیم تو این کبیر خورالود من آویز صلیب تنم منتظرم بشکنه به شونه سرم کرکس های قبیل خلع بوری و رهان کردی وسط بوران میخونم با زخم مطرودان من دیوونه تر از اونام میان پایین از این صلیب سوزان آره دقیقا همی که گفتم به صلیب آویزونم کردن فکر میکنن میتونن منو شکست بدن من دیوونه تر از اونام ادامه میدم و از این صلیبه میام پایین شما را بزیم تخمت کار خریت تنه و جوونیات داری وقتی منفعتت با پیچت میشه و زندگیم یه کار ناوال غلط ولی حق و کی گارانتی بهت میده اوکی من خوب نبودم من وسوسه داشتم من فرا انسان نبودم به غلط زندگی کردم ولی کی میگه چی حقه چی غلط چی درسته پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیت هم آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه چقدر اینجا دوست داشتم فلو عوض شد صدا عوض شد مثل همون سورنایی که مثلا تو آلبوم نگاری و عوض میشد سورنا قبلا همسر داشت دیگه طلاق گرفته و میگه از کسی بترسید که چیزی برای از دست دادن نداره به جز مبارزه کردن نه همسری دارم الان نه داداشی که هیچ داداشی هم دیگه نیستم فکر کنم به مرگ خواهرش اشاره میکنه که خب اونم فوت شده
میگفت سارا له شد زیر طبقه ها. امیدوارم دوباره اینو نیان تو اینستا باب کنن که نه داداشی هم دیگه مثلا رو اون فاز که داداش نباش، نمیدونم آبجی باش، عشق باش، رل باش. امیدوارم. همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار. برای کسی که چیزی برای از دست دادن نداره خربازی عادیه دیگه و هر کاری برای مبارزه میکنه. چقدر دوست دارم اینجا فلوش با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار. در میاد تمشه یه نقش رو شیار، یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار، میگه ایدت واسه فردا چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه. دوباره داره صحبت میکنه مثل خیلی از رگاهای دیگه‌اش با حالا شخصیت که اینجا میسازه. یه مرد که تاج خار رو سرش داره منو یاد مسیح میندازه. دوباره میگه ها چه خبرته، مگه سگ زده بهت؟ میگه تو دیگه چرا زود تو قب قبت صبح میفروش ولی هنو شب تنته؟ خیره میشه قف یه لحظه به در، میگه کرمه چقدر؟ میبرم با قیچی یه تیک هوا میرم بهش مکس میکنه، میگه توش در بشه هوا نماد باد بود دیگه. وضعیت ایران استبداد توش چقدر درده، تازه داره نفس میکشه میفهمه، با هوا نفس میکشه میفهمه که این وضعیتی که ما داریم چقدر اصلا عوض میشه. یاد آهنگ ایستگاه شهر یخ افتادم. کلن یه گریزی داشت دیگه به هم آلبوم نگار، هم کبیر، هم گوز. با درد میکشی با زخمی و تیر خورده و سیر از ارکی که هست از ارکی که نیست، میگه یه خبر ترسناک با سمیشه شوم شما تازه زدید به صد رویه پوچ. این آخرین وسوسه سرودمه به زنده حالا برده های مرده افونت اجتماع بزا سعود بکنن به اون دوگده هاشون اونا نفهمیدن چیه سقوطتون به ارتفاع. سقوطتون به ارتفاع چه پارادوکس عجیب و خفنی داره. هم میتونه بگه که مردم اگر حالا اینجا سقوط کردیم به موفقیت نرسیدیم، خیلی کشته دادیم، هنوز اون ارتفاع رو داریم، نگران نباشید بالاخره اوج میگیریم و شکستشون. هم از اون طرف سقوط میکنین، شاید الان هنوز وایسادیم بالاخره از این ارتفاع میفتیم پایین. فهمیدن چیه سقوطتون به ارتفاع، ارتفاع تلخ تنتون بگو باشن منتظر تو در بزنن باشه یاد تاریخی نلب گیری که چه تو با تانک گذاشتیم تو قلب مگس. دنبال تاریخ بگردیم تو این کبیر خونالود من آویز صلیب تنم منتظرم بشکنه بشونه سرم کرکسای قبیل خلع بوری و رهان کردی وسط بوران میخونم با زخم مطرودان من دیوونه تر از اونام میخونم با زخم مطرودان. خیلی یاد ترک بوسه یهودا افتادم که میگه به نام دلشکستگان به نام بی دستگان و خیلی چیزایی که گفت. نماینده ای از خیلی هم، از کشته شده، از مطرود شده، از مفقود شده، خیلی هم. میام پایین از این صلیب سوزان. سویچ بیت سورنا وحشی تر، کوبنده تر، بی پرده تر از همیشه. سبکشو کلا عوض کرده توی دوتا ترک آخری ها سویچ بیت و الان دوباره میخواد چی رو کنی. بگی دست کشته های صفر از این خونه آسمون صورت سرخ زمین با همه ضرورت اقامت شکستتون بزنی تو قلب درشت قبیلتون. بگید از دروغ جمع لاغر و تنهاتون از لکه های خون رو دامن سرمایه امرگ سادگی از حیرت آزادی و ترکیدگی چرک تاول فرداتون نست اونا کرد و ندست و سازش از مدرسه داره مسجد و دانشگاه از ما که عوض نشدیم تو بیماری جمعیتون اگه شیریم تهمت این بیماری رو تا اسلام بی لباس معامل لخت میره سرما رو یه تن تیکمون واسش تخم کین همراش حتی عشق و نخواست تو معامله هاتون یه نه محکم ساخت به کسکشی دلال. بگید از همه دردایی که با تحمیل کردیم و مایی که سعی کردیم از این تحمیل بیاییم بیرون و نریم تو بازی شما.
بگید که زندگی همینجاست، بیرون کمان ساعت کشیدگی فردا میاد به سمتت و هنرمند همینجاست که نمیدونه کی و کجا کشته میشه، اما زیادن اونا که غرقن توی لیست نظام های سلطتون، یه مش کاسلیست مجبور بگید از صداها از نگاه های مجروح، خودکاراتون با توم دست پلیس های سرکوب. بشکن از قلم خامی که ننویسد چه بر مردم گذشت، تو ماجینا همیشه بگید از صداها از نگاه های مجروح، خودکاراتون با توم دست پلیس های سرکوب، خطای قرمز و مرزها رو بردار، هنرنی ابزار امنیت دلال، هم تو کار ما پیدا نشد ته این چند سال، ما دردیم این نااشراف به ما نگید همکار. دیس قبل شدین تو همون نظام دیس شدین، قلم تو هیچ فرقی نمیکنه با اون با تومی که سرکوب یا داره میزن تو سر مردم بیگناه، یا بگو یا ما نگو همکار، ما هیچ وقت همکار نمیشیم، راه ما کاملا جداست. خیلی کوبنده بود. قلم سلاح، ازش استفاده کن. حالا بستگی به تو داره که میخوای اون باتومه بشه که تو سر مردم میخوره و فکر میکنی این قلمه برای امنیت، میتونی امنیت رو حفظ کنی هرچی اونا بگم بنویسی، یا اینکه ازش مثلا من سلاح استفاده میکنی برای دردیم این نااشراف به ما نگید همکار، اگه فقط یک کم جر میخوردید این زنانه هاشیه میدیدید زندگی مهمه، تو زمین استبداد زیر آلت استعمار، اواجن شهر جنگ و ست دین و دینتو بخون، واسونا که طرفدار تن، هی اینجا واقعی خطرناک شهر، روشی دستت اینو با ارباب تم، اسلحه واسه ما مفهوم بود ابزار رفس، طرفم بیاورد با یه گوشون تا تم. زنا حمایت کرده و نه فقط حمایت، با تمام وجود درکشون کرده، تو کاراش کاملا مشخصه و دوست دارم سورنا رو که نمیاد فقط صحبت کنه، همین ترکی که داره با وضوح کاملی پرده صحبت میکنه تصویر سازه میکنه، خورشید اینجوری بود، هوا اونجوری بود و تو رو بیشتر غرق میکنه تو اون وضعیتی که هست. لا دندونم جنازته، خودتون به گا میرید، دو کاسبتون پارست، انقدر فشار نده خودکار و پاره شد اون کاغذ، افق زندگی از دل یه رخ داده، اونجا که بهت میگن دیوونه برون سمت دینه، که با تار و پود بزنی بیرون از هر سنگر، جنگ و یاد بگیر تا گم نشی تو جنگل، ادامه بده تا به زورم که میشه، جن بزن خوبه بدون بعدش میشه، حس من که کرکس رو دیدم یه پروانه، همین مسیر از سیر منو کشون سمت پیله. شدیم پس کشیدیم، ادامه بده، حتی اگه گن بزنیم بدون تهش خوب میشه، تاریخ همیشه تکرار میشه. کرکس رو دیدم یه پروانه، همین مسیر از سیر منو کشون سمت پیله، گن پشت گن دست را پر از صدام، لایه مش موش موزیون به لحظه ها مرد، چقدر باید پرد می بودم که از لاشه گذشتم اعتراف کنم به لاش خور، به دندون کشیدن لاشه ها مشاد خ... قطعا تهدیدش باید کرده باشن که میگه دیگه اینقدرم آشغال نبودم که بیام به لاشخوره بگم که تو اینجوری منو کردی که بگم اعتراف کن. هرگه دندون کشیدن لاشه ها مشاد، خوکای ترسوی بی ارزه و طبان، اما مهم نیست همین یه راه تازه ساخت، چون هنر من نم میشه لایزای آت بود، لاشخورای بی کیفیت رو بلندای روش بکشیدم، نمیدیرم برمیگردم به طرف پشت بکشیدم، از این لحظه اکی زده بگاه رفت صاف و عبا جمون رو به حساب جنایت بذار، میگامتون دونه دونه مثل سابق و بهتره که بیاید با این اصارت کنار. چه پایانی داشت، میگامتون این سابق دونه دونه، بهتره با این اصالت بیان کرانی، تو خون منه، تو ذات منه، هیچ وقت عوض نمیشه، نمیتونید بخرید.